رزاخی ریزخ آفر رو دوره فرار رسید که در دایره بزرگترین میراس اجدادی مهرگان سمر رنج خش رو در دسترخوان پیشکش نماید. این سمر از وصول جمع خیمچه هاست. بحری ما میراس از اجدادی ماست. ما با هم پیوستن آموزیم از او کیان نگه دارنده فیض و سخاست. در بختارشهر مرکز ولایت ختلان قسمت رنجبر یعنی مردم رزق آفر استقبال از مهرگان کهن میکنند. مسلم است که مهرگان به نوروز مربوط بوده، اصلا اینها در سگانگی یک مفهوم کاری کشاورزی و زمینداری را تجسم می نمایند. اگر در فصل نوروز مردم آمادگی به کشت و کار میگیرند، در مهرگان امروز نتیجه زحمت خش رو روی دسترخوان میگذارد و طوری که از دسترخوان گستورده اهل زحمت ولایت ختلان برمی آید، واقعا امروز این دسترخوان خیلی رنگین و پرمضمون است و این هم از اون است که بعد اصلاحات خواجگی های دهقانی زیاد گشته، دهقانان در مستقلیت توانستند تا به خلاهای بلندی اینجاده برسند. مهرگان جشن است که خلیده آب و خاک و زحمت مردم رزق آفر رو تجسم کرده، از نوروز که به ایام کشتکار نسبت داده می شود آغاز گرفته تیرمه خلاصه می شود. این یادگاری در شیب و فراز سالها اگرچه یک قدر گزند یافت، ولی صاحب استقلالی دوباره حیاتش بخشید و امروز مضمون و محتوایش از واقعات زحمت برزگران و فیض و برکای دسترخوان سخن میگوید. در مهرگان امسال طوری که یک تن از مسئولی مقامات اجرای محلی حکومت دولتی ولایت ختلان اطلاع داد، نمونه از کشتهای نواحی ولایت است که نسبت یک چند سال پیش از زمین تا آسمان تفاوت دارند. از تحلیل برمیاد که 10 سال قبل مثلا در همین جشن ها 10-12 نمودی مثلا سبزوات میوه‌جات یا به مرض تماشا شد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان صاحب کاران واردات هم نهال هم تخمی های خوش صفت بیشتر این همین سال ها نزدیک 35 تا 40 نمودی محصولات و میوه در بازارهای ما فراوان است. در نمایشگاه هر یک شهر رو نوای جای خود را داشت و محصولاتی که منظور میگشت با آب و خاک همون منطقه و اقلیمش نزدیکی مینمود. در گوشه که کشاورزان جیهونی آماده کرده بودند برابر سبزوات تر و تازه گرم خانه ها لیمو که اکنون رنگ زرد میکند دقت جلب کننده بود. ولی حاضر در زمین های خوجگی های نهایه هزارها تن سبزی تیار شده ایستاده است. اصلاحات و صاحب اصلی زمین گشتن دهقانان در همه پهلو نتیجه دلخواه داده ایستاده است. اولا حجم محصولات در رنگهاش یک چند مرتبه زیاد شد. بعدا مکتب دهقانی را مضمون دیگر شد. مهمتر قریب هر خواجگیدار را امروز امکانیت خرید تکنیکا و ماشین آلات کشاورزی را امکان به میان آمد که در این سمت کارخانه واحد دولتی تاجیک اگرا لیزینگ همدم و مددگاری دهقان است. اگر ما سالهای پیش یعنی 10 سال پیش گیریم با ولایت تکنیکای های کشاورزی ماشین آلات ها بسنده نبود. از وقت فعالیت کارخانه ما از 2008 سال تا این جانب با ولایت 1300 عدد تکنیکای های گوناگون تمغه، زیاده از 3200 عدد ماشین آلات های پیشرفته حاضر زمان و مبلغ 224 میلیون از 3000 سومانی تا حاضر داده شده است. به حضوری بانوانی هنرمند و چیردست خطانی خطا نمی بود. می گفتیم که این صحنه را بند و بس پوره می شد. محض این قسمت که واقعا حیات آفرند زندگی را تکان بخشیده، محصول ایجادشان را از پخت و پز تا کشیده دوزی و دیگر هنرهای زنانه پیشکش نموده بودند که برای نسل امروز آموزنده است. بعدا زن قابله و دورندش به قول مردم به تدبیر این آسایش آیله بوده، ذخیره و صرفه کاریش زندگی خوش و گوارا را فراهم می آورده است. مردها غون داشته به خانه می بیارن، زنها در خانه با ظرف های شیشکین در وقتی قدیم با ظرف های سفالین جمع آوردن و در زیر خاک پنهان می کردن. حالی هم هست، چاه می کنن سبزی کارتوشکا را در درونی
چاه پنهان میکنن، لیکن هازی در ظرف های شیشگین تمامی محصولات رو از تمامی محصولات ما میتونیم که کنسرو ها و ها تیار کنیم، تمامشون رو وای کنیم برای زمستون، ذخیره زمستون گذرانی کرده جمع آوری کرده مونیم. خوش باشد خوش باشد گوشت هاش در بالا خوش باشد، یک گوسفندی بلجوان خطش خون تلاش باشد. نمایش شالی و برنج که مخصوص اشاره گردید به سبب نبود، در کشی تکراری این موسم شالیزاری خواجگی های نواحی هزارها گکتر را تشکیل میداد و همین بود که نمایندگان هر شهر و نواحی در گوشه دیگری این صحنه از برنج نو پلو را آماده میکردند. اصل مهرگون نتیجه کاری مردم رزق آفر در دوره تیرماه است و در گذشته نه اونقدر دور وقتی که قسمت رنج آفر حاصل کشته ها را برمی داشتند، انا محض در همین ایام بهترین خوراک آنها آش پلو بود، چونکه در آن مورد قریب که همه اون محصولاتی که برای آش استفاده می شود تیار می گشت و مردم با یک شوق بلند در هر گوشه و هر کنار آش را تیار می کردند و از زحمت کشیده خود در مهرگون استقبال می نمودند. و در شهری باختر طوری که دیده استوده در جشن امروزه مهرگون بزرگترین دکی در اون زیاده از 500 کیلوگرم برنج استفاده شده است، امروز در این مهرگون پیشکش مردمی می گردد که به تماشای مهرگون منطقه باختری ولایت ختلان آمدند. مهرگون امسال با همایش پیشقدمان استحصالات و سخنرانی رئیس ولایت و دستاوردهای کشاورزان ختلانی، اینچنین تحفه های ایدانه و نمایش هنرمندان و خنیاگران خوشطریقه انجام پذیرفت. محمد شریف تیمور، منوشهر جمعه خان، ولایت ختلان، جهان‌نما.